شما در لویزان یا در شمال تهران به خانه تشریف میبرید که تو 16 تا اتاق خواب هست، 5 تا لامبورگینی، 3 تا پشت هم داره. جالبی که من خدمتتون عرض کنم، تجارت هایی که تازه در ایران مرسوم است، فروش شجره نامه فامیلی است. یعنی آقایی که حساب پایین ترین سطح جامعه، بی سواد ترین سطح جامعه، لومپن ترین سطح جامعه آمده و با یک زد و بند یک مرتبه صاحب میلیاردها دلار ثروت شده. همین خود بعضی خود از این دوری ها هم میگویند که اول انقلاب یا روی یک حساب ماشین پیکان برای مسافر کشی نداشت، الان پولش پارو بالا میره. شما کسی این خونه میشه کافیه 10 دقیقه با صاحب خونه صحبت کنه تا بفهمی که شجره نامه فامیلی طرف جز لات و لوت چیزی نیست. و همین داری بسیار از اینا میرن به عکاسی های شمال شهر، عکاسی قدیمی، و عکس رجال سابق رو میخرن، عکس رجال سابق رو میخرن و با یک بریفینگ کوچک از سوابق مصاحبه عکس ببینید تو خونه شون رو داری تو سالانشون نصب میکنن. شما وقتی وارد میشین معرفی میکنین یه تیمسار شوهر خاله مامان، یا آقای دکتر سناتور بودن شوهر دایی مثلا بابا، چون به خودش که نمیتونه بگه، چون به فامیلی به خودش نمیخوره، ولی اینا رو بحث میکنه. به من داشتم که رفته در مثلا یکی در اونجا با معلم به حساب پیانو بوده، در یکی از این مندل ها عکس داییش رو دیوار دیده و خونه نمیدونسته معرفی کرده که این شوهر عمه مامانمه. حالا چون بتونم خودشون یک سوابق فامیلی نگه دو زیر تفاوت میکنیم، ما غارت میکنیم مال مردم. این داستان که شما میفهمید از همونجا میاد. کسانی که بسیار انگوش شمارم 2-3 هزار نفر هستن که میتونن چه این پولهایی پرداخت کنن و اینو به حساب اولویت ها رو بگیرن. و حقیقتا مردم ایران وقتی میان به خیابون همین مطالب رو میبینن که شما مثلا در بنگلادش هندوستان فرق عمومیه. بسیاری آدم ها کنار خیابون دنیا میان، در کنار خیابون هم 40-50 سال بعد میمیرن. درست. چون فقط عمومیه و در جا عدالت وجود داره. در هندوستان دموکراسی هست و عدالت هست. اگه شما کسی به حساب اموال مردم رو تاراج کنه، کلا بری کنه، میدنش، دندانش کنه، دادگستری میاد سراغش، مردم تا حدی این فقر رو به نوعی پذیرفتن. اما در ایران این فقر عمومیت نداره. فقر به واقع ایجاد شده به ضرب و زور اون پولدارها. این فقر درست شده به زور اون پولدارها و به زور دادگستری که در اختیار اون پولدارهاست. ما میبینیم که وقتی خبرنگار میاد دزدی یک به حساب شهردار رو رو میکنه، به جای اینکه شهردار رو بگیرن خبرنگار رو میگیرن. این دادگستری بلافاصله خبرنگار ما غلط کردی افشا کردین، شما دارید توطئه میکنید علیه کشور، خبرنگار رو زندان میکنن. خب در این کشور معلومه که مردم وقتی که به حساب مشکل مالی داره دولت رو و دزدها رو و دادگستری رو و سیستم رو مقصر این فقر خودشون میدونن و میریزن به خیابون. و اینجوری که میبینیم هر روز در تهران و در ایران و در شهر مختلف ظاهراتی وجود داره. به همین دلیل به نظر من دلیل دزدی. یک جا ممنون.